Allah, 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 درباره اسماء الله، اسماء الهی، اسماء الحسنا رو با شما مطرح میکنیم. در برنامه قبل، در بخش اول مقدمات، توضیحات کلی در این مورد داده شد و درباره اشاره کوتاهی به تاریخ این واژه گفتیم که واژه الله گفته شده است که ترکیب ضمیر حرف معرفه ال با واژه اله در زبان عربی است که در این صورت معنی لغوی الله معبود معلوم خواهد بود، معبودی که ما نسبت به وجود اون معلوم دارای علم هستیم، دارای یقین هستیم، معبودی که هم معین است و هم مشخص است. هر معبودی مورد عبادت عابدی باید قرار بگیرد که صفت معبود حاصل کند. به بیان دیگر، وقتی ما مفهوم اله رو بررسی میکنیم، به نام معبود به اله نگاه میکنیم، در واقع به رابطه عابد و معبود به وسیله ریسمان یا به وسیله مرتبط عبادت نظر داریم. عبادت به مفهوم تسلیم و به معنای قبول اطاعت کامل، همینطور بزرگ داشت و تحسین و تسبیح و پذیرش و وفاداری کامل عابد نسبت به معبود است. این مفهوم عبادت است. در اسلام ابراهیمی اصل بر احدیت و بر صمدیت این معبود است و این انحصار اساس و پایه مفهوم توحید است. در بیان توحید در زمان خود با اشاره به
آیات کتاب مقدس توضیحات کافی تقدیم خواهد شد. همینقدر در این برنامه میگوییم که توحید عبارت از یگانگی به معنای یکی بودن عددی نیست، چون لفظ این که خدا یکیست در واقع نوعی تهدید، منظور محدود کردن است، نوعی محدود کردن و نوعی مقید کردن و نوعی مشخص کردن و نوعی نفی بی نهایت کردن از خداست. اگر در بعد عددی به توحید نگاه بکنیم که خدا یکیست، یعنی خدا دوتا نیست، یعنی در واقع نفی دوگانگی از خدا، نوعی تقید و نوعی محدود کردن ذات حضرت حق است که در این مورد توضیح بیشتری خواهیم داد. که وقتی گفته می شود که خدا یکیست، منظور یکتایی خدا و یگانگی خدا مطرح است، نه یکی بودن خدا، چون یکی در مقابل دوتا هست و دوتا در مقابل ستا، یعنی خدا دوتا نیست پس یکیست. اما اگر ما به یگانگی و وحدانیت خدا توجه داشته باشیم، فرق یک با یگانه در این است که یگانه همه اعداد بی نهایت و با نهایت رو در دل خودش داره. توضیح خواهیم داد در این مورد. در مورد واژه الله برمی گردیم. همینطور گفته می شود که واژه الله ممکن است ترکیب ال و اله نباشد، بلکه یک واژه مفرد معینی است که در طول تاریخ از اون استفاده شده. و در واقع هر وقتی که الله گفته میشه، به بالاترین قدرت مافوق قابل تصور بشر اطلاق میشده، که در این صورت الله در اسلام قرآنی، قبل از اسلام و بعد از اسلام، یک مفهوم واحد و مشابه داره. یعنی وقتی که ما الله رو در توحید شناسایی میکنیم یا الله رو در شرک شناسایی میکنیم، هر دوی اینها از نقطه نظر بالاترین قدرت و مافوقترین قدرت ها رو داشتن، هر دوی این دو اسم در دو سیستم مختلف اعتقادی با هم برابر هستند. نهایت امر در الله اسلامی توحیدی اشاره به خالق و اشاره به مؤثری است که این مؤثر و این خالق دارای خاصیت احدیت و صمدانیت است، که در اون مورد توضیح خواهیم داد. اما در باور غیر توحیدی، برای این بالاترین قدرت یا شریک قائل هستند یا معاون قائل هستند یا وزیر قائل هستند یا مشیر قائل هستند یا همکار قائل هستند یا مظهری که رابطه جسمی داشته باشه با مظهر خودش، اینها در توحید رد میشه. ولی از نظر این که قدرتی مافوق همه قدرت ها رو الله می نامند، حتی قبل از اسلام و حتی در آیین اشتراکی، آیین شرک پروری و شرک قبول کردن، در اون آیین ها هم مفهوم الله از نقطه نظر فوق قدرت بودن معنای همشکل و مشابهی با اصول توحیدی میدهد. نهایتاً در امر توحید، همونطور که عرض کردم، رابطه معاون و مشاور بین خدا و غیر خدا وجود نداره. ولی در باورهای اشتراکی میبینیم که
رب و نوع و یا شریک برای خدا قائل می شوند. بسیاری از افراد تصور می کنند که وقتی که مشرک می گویند به کسی، مشرک عبارت است از کسی که خدا را قبول نداره، منکر خدا هست، در حالی که مشرک خدا را قبول داره اما برای خدا شریک قائله و در بیشتر موارد رهبر مشرکین خودش رو شریک خدا میدونه، و یا اگر بت‌ها رو شریک خدا میدانند او خودش رو زبان بت‌ها میدانه، یا اگر رب و نوعها نماینده و مظهر خدا هستند رب و نوعها با او صحبت میکنند. یعنی به یک نحوی از طرق مختلف در باورهای شرک و مشارکت با خدا، شخص مشارک همان زینف ایست که از اشتراک و از ارتباط با خدا در انحصار سود میبره و پیامهای خدا رو دریافت میکنه و به دیگران پرداخت میکنه، و تنها خدا و یا نمایندگان خدا با او صحبت میکنند. و این تعریف شرک در آیات قرآن است. منظور شرک رد کردن خدا نیست، شرک عبارت است از رابطه ای که انسان با خدا دارد در حالی که این رابطه به شناخت و شناسایی و تعریف ذات خدا منجر و منتهی میشه. در هر صورت موضوع بسیار مهمی که در اینجا باید توجه شود این است که اسما، برمیگردیم به موضوع اصلی، اسم جمع است یا جمع اسم است، و حسنا به معنای هم مفید هست هم زیبا هست و هم شفا دهنده هست و هم تقریر کننده و واضع مقررات و اشاره به صفات و مشخصاتی است که در واقع به ظرفیت خلقت، خاصیت خلقت، معنای خلقت و آثار و آیات موجود در خلقت و وظیفه ما با این آثار و با این خاصیت ها و با این ظرفیت ها از طریق آشنایی با مفهوم اسماء الحسنا پیدا میشه. همونطور که عرض کردم اسماء الحسنا به معنای اشاره و فهم صفات و مشخصات و ظرفیت های مخلوقاتی است، موجوداتی است که از آثار از فایده، از خواص و از مشخصات آنها انسان راه و روش انطباق با آنها رو، انطباق با اون صفات رو یاد میگیره. به عنوان مثال وقتی که ما به یک صفتی مثل صفت رحمان اشاره میکنیم که یکی از اسماء الحسنا است، ما باید ببینیم که از رحمان چه اثری میبینیم، از رحمان چه فایده‌ای میبینیم، از رحمان چه خاصیتی میبینیم، از رحمان چه مشخصاتی میبینیم. این که رحمان رو هی تکرار میکنم این است که اثر، فایده، خاصیت و مشخصه، شاخص، خاصیت، فایده و اثر رو در رحمان جستجو کنیم.
و بدانیم و معرفت حاصل کنیم و مفهوم ما بشود که وقتی واژه رحمان رو به کار میبریم، آثار، اثرهای رحمان چیست؟ فایده رحمان چیست؟ خاصیت‌های رحمان چیست؟ مشخصات رحمان چیست؟ استعداد وجود در رحمان چیست و چگونه است؟ ظرفیت رحمان در چه میزان و در چه اندازه است؟ تحولات و تغییراتی که در رحمان پدید می آید چه اندازه است و تحت تأثیر چه عواملی رحمان به وجود می آید و تحت چه عواملی رحمان از بین می رود؟ در چه زمانی و در چه شرایطی رحمان مفید می شود و در چه زمانی و در چه شرایطی و در چه تعامل و تقابلی افاده رحمان منقطع می شود؟ اسماء الحسنا اشاره به معنای اسم و صفتی است که این اسم معرف اون صفت هست که برای انسان وظیفه‌ای که ایجاد می کند این است که برای استفاده از صفاتی که به عنوان اسماء الحسنا نام برده می شود باید انسان بتواند آثار، فایده، خاصیت، مشخصات، ظرفیت، چگونگی تغییر و تحول، چگونگی نگهداری و محافظت از خواص این صفات رو انسان می تواند که انجام بدهد و چرا و روشی انسان در مقابل این اسم، اگر یکی از اسماء الحسنا به عنوان مثال رحمان رو در نظر بگیریم که فهم موضوع آسان تر بشود، انسان چه راه و روشی در انطباق با اون صفات باید انجام بدهد تا ایفاد فایده، تا مفید بودن این صفات بتواند که در زندگی انسان مؤثر باشد؟ و اگر فرض رو بر این قرار بدهیم که اسماء الحسنا اشاره به صفات فاعلیت حضرت حق است، وقتی ما میگوییم صفت فاعلی، منظور ما صفت فاعل نیست، چون فاعل خداست. و اگر ما صفت فاعل اسم بگذاریم روی این، باز همون عیب سابق به وجود می آید، یعنی شرک به وجود می آید، یعنی تباین و ضدیت با فلسفه قرآن به وجود می آید. یعنی اگر که صفت در واقع شاخص و شناسای فاعل باشد، اون وقت این صفتی که شناسای فاعل است، صفتی است که خدا را شناسایی می کند و این امر در قرآن دیده شده که یک امر غیر ممکنی است و امکان وجود و تحقق نداره. بنابراین وقتی که ما اشاره به صفت فاعلی می کنیم، در واقع اشاره به صفت مخلوق می کنیم، اشاره به اثر می کنیم، اشاره به اثر فعل خدا می کنیم که اثر فعل خدا خلقت خداست، موجودیت خداست. یعنی صفت فاعلی حضرت حق در واقع در خلقت او متجلی میشه و در خلقت او دیده میشه. به این لحاظ اسماء الحسنا به معنای
اشاره به معنای اشاره کردن، یک. دو، به معنای فهم از صفت مخلوقاتی است که، از صفت موجوداتی است که ما با آثار اونها باید آشنا بشیم و از آثار این موجودات، از آثار این صفات فاعلی و از فایده این صفات فاعلی و از خاصیت این صفات فاعلی و از مشخصات این صفات در واقع فاعلی بتوانیم که راه و روشی پیدا بکنیم که خودمون رو منطبق بکنیم و همساز بکنیم خودمون رو با اون صفات، که بتوانیم از اون صفات بیاموزیم. در مثال رحمان، ما وقتی که رحمان رو شناسایی کنیم ببینیم که آثار رحمت چیه. آیا آثار رحمت یعنی وقتی رحمان موجودیت پیدا میکنه و دارای خاصیتی میشه، اول دفعه آثار این رحمان چیه؟ آثار این رحمان در دنیای امروز همین معلول و همین موجودی است که ما میبینیم به عنوان عدالت. اگر ما بعداً متوجه بشویم و برای ما مفهوم بشود که یکی از آثار رحمان عدالت است، امنیت است، صلح است، تعالی است، معنویات است، طهارت است، اخلاق است، انسانیت است، آزادی است، شرافت و کرامت بشری رو شناختن است، اگر ما پی ببریم که آثار رحمان این صفات و این کیفیات در رفتار و در هستی موجودات است، اون وقت نگاه میکنیم که آیا ما در این جهان نسبت به سهم انسانی خودمون رحمان داریم و رحمان بوده ایم. رحمان رو در آثار رحمان نگاه میکنیم، ظرفیت رحمان رو شناسایی میکنیم، فایده رحمان رو شناسایی میکنیم، خاصیت های رحمان رو شناسایی میکنیم و بعد مشخصات رحمان رو شناسایی میکنیم و بالاتر از همه شناسایی میکنیم که ما چطور میتوانیم رحمان باشیم. نه این که ما مطالعه کنیم که خدا چگونه رحمانی است و از طریق رحمان خدا رو بشناسیم. ما از طریق رحمان اراده خدا و رضایت خدا و فرمان خدا رو شناسایی میکنیم، نه ذات خدا رو. ما از صفات خدا به فرمان خدا، به رضایت خدا و به اراده خدا و به خواست خدا در ایجاد و ارتباط شارع هدایت برای انسان آشنا می شویم. می فهمیم که آیا رحمان خدا رو معرفی می کند و باعث می شود که ذات خدا شناسایی بشود، یا رحمان اشاره به صفات مقبول و توصیه شده و فرمان داده شده توسط خداوند است که ما قابلیت و ظرفیت شناخت و تطبیق با شرایط رحمان رو دارا هستیم. می تواند انسان دارای استعداد است که رحمان بشود، در حدی که توان انسان اجازه می دهد. ما به همه صفات الهی، صفات فاعلی الهی به این صورت باید نگاه بکنیم. در توضیح اضافه‌ای که در این زمینه باید تقدیم کنیم، برای شناخت این موضوع مهم که واقعا اسماء الحسنا اسامی خدا یا صفات خداست که ذات خدا رو شناسایی می کند
یا اینکه در واقع اینها ابزاری است برای بشر روی زمین که بتواند متصف به صفاتی بشود که مورد قبول حضرت حق است و برای تعالی انسان به او ابلاغ شده. تصور کنید که عالم کائنات در یک تمثیل یک خانه بزرگ با همه وسایل و امکانات اون خانه باشد. ابزار و مصالحی که در ساختمان این خانه به کار می رود، روش ساختمان مصالح، روش به کار بردن مصالح، روش تهیه نقشه ساختمان، روش تهیه صورت محاسبات فنی برای ساختمان، مجموعاً همه اینها اشاره به اسامی و صفات و قواعد مختلفی است که با شناخت و استعمال اونها می توان که خانه مسکونی رو بنا کرد. در واقع این صفات و این مشخصاتی که ذکر شد برای بنای یک خانه اسماء الحسنای ساختمان اون خانه است. اسماء الحسنا مجموعه صفات و شرایط و لوازم و اسبابی است که برای ساختن یک جامعه مقبول و مشرف در صلح و در امنیت لازم و اجباری است. در واقع اسماء الحسنا اشاره به قوانین و نظام و رابطه لازم اجزاء هستی در ایجاد یک بنای اجتماعی و برقراری یک سازمان در جامعه بشریت بر اساس کمال، امنیت، اخلاق، عدالت و انسانیت است. اسماء الحسنا اشاره به امکانات و قواعد هستی در ایجاد بنا و در ایجاد سازمانی است که انسان در اون بنا و در اون سازمان به اوج امکان در ایجاد عدالت و امنیت و تعالی و تزکیه میرسه. نهایت امر در آیین‌های غیر توحیدی برای خدا مظهر و رب و نوع قائل می شدند و در واقع اسماء الحسنا در تاریخ گذشته به اشتباه و یا به عمد اشاره به مواردی می شد که این موارد هیچ کدامشان دارای واقعیت نبودند. یعنی به جای اینکه اسماء الحسنا به عنوان یک وظیفه و یک مسئولیت و یک معرفت و یک دانش و یک هدایت و یک راهنمایی برای بشر و نوع بشر و جامعه بشر و حرکت بشر به طرف تکامل و عدالت در نظر گرفته بشه، در واقع اشاره میشد به یک اسامی و صفاتی که وجود مطلق رو محدود و مقید میکرد و اینکه ما از اسماء الحسنا استفاده کنیم و وجود مطلق حضرت حق رو به وسیله کاربرد و شناخت یا فرضیات بر شناخت این واژه‌ها مطلق رو تبدیل به مقید بکنیم، به هیچ عنوان سالم و سلامت به نظر نمی‌رسه. و همونطور که گفته شد هر نوع اشاره‌ای که منجر به شناخت ذات حق در تصور و در تخیل بشر بشود، یعنی به محض اینی که ذهنیت ما سازمانی و ترکیبی و تخیلی و تصوری به نام خدا در ذهنیت خودش به وجود بیاره، در لحظه وجود خدای خالق از ذهن او محو شده و جای خدای خالق رو در وجود و ذهنیت او
خدای مخلوق گرفته و این امر به شدت در دین توحیدی مردود محسوب میشه و تحت هیچ عنوان پذیرفته شدنی نیست. کارگردان فنی این برنامه ها اینطور مقرر کرده که طول این برنامه ها برای اینکه سنگین است این مطالب و بیننده خسته میشه، پیشنهاد او این است که این برنامه ها در قسمت های 30 دقیقه‌ای بیشتر به طول نینجامد و فرصت داده بشود که بیننده در مورد این موضوعات فکر بکند تا قسمت بعدی مفهوم سهلتری در واقع بشود برای بیننده. به همین لحاظ طول این برنامه ها رو سعی می کنیم که با 1-2 دقیقه اختلاف در همین زمان به پایان ببریم. اونچرا که در این برنامه شنیدید بخش دوم از مقدمات مربوط به اسماء الحسنا بود. اگر عمری باشد در بخش بعدی به بخش سوم، مقدمه اسماء الحسنا در بخش سوم خواهیم پرداخت و امیدواریم که این خدمات مورد قبول حضرت حق و مورد رضایت شما قرار بگیرد و مفید به فایده باشد. فرد فرد شما را به خدای بزرگ می سپارم به امید دیداری دیگر. یا کبیر، یا مقید، یا عزیز، یا علیم، یا لطیف، یا خبیر، یا سمیع، یا مطیع، یا محسی، یا مقدی، یا معیز، یا مکیل، یا معید، یا محیی، یا یا ولی، یا وکیل، یا واجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا باید، یا شهید، یا مقدم، یا مؤخر، ذو الجلال والاکرام. الله 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 يا ولي يا بصير يا قوي يا غني يا ولي يا نافي يا باقي يا جميل يا هادي يا ماني يا مغني يا رافي يا رؤوف يا مقصد يا مميت يا بريء يا نور يا سدود يا حق يا مسود يا متعالي يا قادر يا ود يا حي القيوم يا مقتدر يا تواب يا دار يا بر يا حكم يا عفو يا منتقم يا ملك الملك الله الله